وقت بخیر. سرخط خبر ده. تغییر ماموریت امریکا در افغانستان. پنتاگون میگوید که ماموریت واشنگتن در افغانستان از جنگ به دو هدف تازه. محافظت از ادامه حضور دیپلماتیک امریکا در کابل و حفظ ارتباط با ارتش افغانستان تغییر کرده. حضور کوچکتر ما در افغانستان بر چهار چیز در آینده تمرکز خواهد کرد. یک، محافظت از حضور دیپلماتیک. دو، حمایت از الزامات امنیتی در میدان هوایی آمد کرزی. سبت سی رویداد بیماری قارچ سیاه در کشور. سرپرست وزارت صحت عامه میگوید که دو مرد و یک زن در کابل، بغلان و سمنگان به این بیماری گرفتار شد. از افراد پیدا میشه که در اونا بیماری ویروسی به صورت مداوم سیستم دفاعی اونا را تحت حمله قرار بده و امروزه کووید 19 بارزترین و برجسته ترین زمینه ساز ابتلا به قارچ سیاه. سرازیر شدن سیلاب ها در پنجشیر. علت سرازیر شدن این سیلاب ها آب شدن یکی از یخچال های طبیعی در روستای پژغور بلسمالی خنج گفته شد. خوشبختانه به دلیل آگاهی دهی قبل از وقت تلفات جانی ندارند، اما خسارات هنگفت مالی به جا گذاشتند. و اعتراض شهروندان عراق به کمبود برق و آب. مشروع خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تغییر ساختار مأموریت این کشور را در افغانستان تایید کرد. پنتاگون میگوید که پس از تصویب ساختار تازه فرماندهی از سوی لاید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در افغانستان، مأموریت واشنگتن در این کشور از جنگ به دو هدف تازه، محافظت از ادامه حضور دیپلماتیک امریکا در کابل و حفظ ارتباط با ارتش افغانستان تغییر کرده. از سوی دیگر رئیس جمهور امریکا در واکنش به پرسش های پیهم خبرنگاران درباره افغانستان از آنان خواست که به جای افغانستان درباره چیزهای شاد از او بپرسند. مسعود انصار گزارش می دهد. ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو تا چند روز دیگر منحل می شود و بر بنیاد طرح پنتاگون مسئولیت های جنرال اسکات میلر و فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا در این ماه انتقال می کند. همچنین یک جنرال دو ستاره مستقر در سفارت ایالات متحده در کابل مسئولیت تامین امنیت دیپلمات های امریکایی را بر دوش خواهد داشت. حضور کوچکتر ما در افغانستان بر چهار چیز در آینده تمرکز خواهد کرد. یک، محافظت از حضور دیپلماتیک. دو، حمایت از الزامات امنیتی در میدان هوایی آمد کرزی. سه، ادامه مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغان در صورت لزوم. و چهار، حمایت از اقدامات ضد رصدگری ما. در کنار این، یک دفتر نظامی مستقر در قطر به سرپرستی یک جنرال یک ستاره آمریکایی مدیریت پشتیبانی مالی و کمک در ترمیم هواپیماهای نیروهای افغان را از طریق ماهواره کار خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهور آمریکا میگوید که حکومت افغانستان توانایی ادامه کارش را دارد، اما او از پرسش های پیهم خبرنگاران درباره افغانستان ناراحت شد. ببینید، ما 20 سال در آن جنگ بودیم. 20 سال و من فکر می کنم در کاخ سفید با رهبران حکومت افغانستان دیدار کردم. من فکر می کنم آنان توانایی این را دارند که بتوانند حکومت را حفظ کنند. آقای رئیس جمهور، پیگیری پرسش درباره افغانستان؟ من می خواهم درباره چیزهای شاد صحبت کنم. اما همزمان با بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان، نگرانی ها از وضع محدودیت ها بر زنان افغان بیشتر شدند. مردم افغانستان به طور کلی نگران هستند. شمار افغانانی که به دنبال ویزه هستند افزایش قابل ملاحظه ای دارد که در صورت شروع جنگ داخلی یا بازگشت دوباره به مشکلات از جمله حاکمیت طالبان که از آن حراس دارند از این کشور بیرون شوند. ماموریت جنگی امریکا تا کمتر از 2.5 ماه آینده رسما پایان خواهد یافت، اما این کشور 650 نظامی را برای امنیت دیپلمات‌ها در کابل حفظ خواهد کرد.
در یک شبانه روز گذشته 9 ولسوالی در بدخشان، 2 ولسوالی در تخار و 2 ولسوالی در کندهار و پکتیا به دست طالبان افتادند. باشندگان بدخشان میگویند که دامنه نبرد ها میان نیروهای دولتی و طالبان تا شهر فیض آباد رسیده. منابع محلی در تخار نیز گفتند که با افتادن مرکزهای ولسوالی های کلفگان و فرخارین ولایت به دست طالبان، تنها شهر طالقان و ولسوالی ورسج در اداره حکومت ماندند. از سوی هم وزارت دفاع ملی میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 220 طالب در عملیات های نیروهای دولتی کشته شدند. خالد نگزاد گزارش میدهد. تیشکان، تگاب، درائم، کشم، وردود، شهر بزرگ، راغستان، جرم و یفتل 9 ولسوالی بدخشانند که به گفته منابع محلی به هیچ گونه درگیری به دست طالبان افتادند. یمگان، ارغنچخا و خاش 3 ولسوالی دیگر بدخشان نیز پیش از این به دست طالبان بودند. این دومین ولسوالی است که پیام سکوت میکنه. حکومت محلی را حکومت مرکزی فراموش کرد، هیچ دغمش نیست که اصلا در بدخشان حکومت است یا نیست. ناحیه هشتم شهر فیض آباد در چنین اوضاعی که جنگ به شهر فیض آباد رسیده است، فرمانده پلیس بدخشان به ویروس کرونا مبتلا شده است و در کابل به سر میبرد. مواد لوجستیکی کمتر میرسه، قوای هوایی به تمام جا رسیدگی کردن نمیتونه. طبیعی است که واقعا نگران کننده است. آنچه را که ما باید انجام بدیم ایست که بزرگای اوزی مقامت مانند مردم اوزی مقامت منسجم شوند، متحد شوند و برای بار دوم با ایجاد مقامت دوم یک اماسی را برپا کنند. در همین حال از افتادن مرکزهای ولسوالی‌های کلفگان و فرخار در تخار، شوالیکوت در کندهار و زرمت در پکتیا به دست طالبان خبر می رسد. ما 16 واحد اداری داشتیم ولسوالی، همگیش دست به دست طالبان سقوط کرده رفت و وضعیت امنیتی محدود شده به شهر طالقان. خودی مرکز طالقان مردم در یک پریشانی بسیار جدی قرار داره. آمار مهاجرین از که ولسوالی آمده در ایجا در کوچه ها در زیر درخت ها در اوجه بی‌سرنوشت است. وضعیت دولت تخار به نهایت وخیم شده و مردم به یک بی‌سرنوشتی و دربدری قرار داره. اما وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای دولتی برای پسگیری مناطق از دست رفتن کوشند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم از هیچ نوع سعی و تلاش به خاطر محافظت مردم و خاطر دفاع از افغانستان دریغ نمی‌ورزند. در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 9 ولایت 228 طالب کشته شدند و ده‌ها تن دیگرشان زخم برداشتند. حمله های طالبان پس از آغاز رسمی روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی افزایش یافتند. با افتادن مرکزهای ده‌ها ولسوالی در 2 ماه پسین به دست طالبان، تمامی نهادهای دولتی در این ولسوالی ها فلج هستند و سرنوشت صدها کارمند این نهادها نیز ناروشن. بیرون شدن اداره ولسوالی ها از دست نیروهای دولتی در کنار توقف کارهای نهادهای دولتی سبب شده تا تمامی امکانات این ولسوالی ها نیز از دست برمند. مقام های پیشین حکومت میگویند که به گونه میانگین در هر ولسوالی تا 20 هاموی و رنجر موجود می باشد که با این حساب طالبان در 2 ماه پسین به صدها واسطه نظامی دست یافتند. در این باره هم خالد نگزاد گزارش آماده ساختم. در 2 ماه اخیر طالبان پس از تصرف مرکزهای هر ولسوالی از شماری از آنها نوارهای تصویری پخش کردند که نشان می‌دهد صدها جنگ افزار، موترهای آموی و رنجر نیز به دستشان افتاده است. در کنار این صدها تن از کارمندان دولتی بیکار شدند. شما دل بسوزانید، به لحاظ خدا تفاهم کنید، همدست شوید. شما وقتی همدست شوید، شما اگر طالب را هم دعوت میکنید، طالب به دعوت شما میآید. این مقام پیشین حکومت که در ولایت ناامن کاپیسا همچون والی کار میکرد میگوید که به گونه میانگین در هر ولسوالی ناامن تا بیش از 20 رنجر و آموی در کنار دیگر تجهیزات نظامی به دست طالبان افتادند که هزینه های سنگینی داشته است. کاپیسا هم از ولایت هایی است که 2 ولسوالی آن به دست طالبان افتادند. واقعا نگران کننده است، در این شکی نیستم. اما یک چیز عرض کنیم که در جنگ ها حتما برد و باختی است، دی شکی نیست، اما بهتر است که دولت در قسمت رهبری ارگان امنیتی یک تجدید نظر بکنه و بهتر است که افراد با تجربه اونا باید در راست بیاین. بر بنیاد اطلاعات منابع امنیتی در بیشتر ولسوالی های افتاده به دست طالبان، نیروهای دولتی بی درگیری مراکز ولسوالی ها را با تجهیزات نظامی به طالبان واگذار کردند.
نیروهای امنیتی شما چی پلیس و اردو امنیت یک مورال بسیار قوی داشتن و دارن در این زمینه و مقاومت کردن، اما مشکل عمده که در ساحه و در ساحات مربوطه بوده به یک معامله البته ای ولسوالی سقوط کردنی به جنگ. اما وزارت امور داخله میگوید کسانی که در واگذاری تجهیزات و سپردن ولسوالی ها به دست طالبان دست داشتند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. اکثر ولسوالی ها که شکست کرده و تسلیم شده و یا طالبا گرفته، اینا ولسوالی هایی هسته که مناطق سابقه در اختیار طالبا بوده. اکنون شمار ولسوالی هایی که در دو ماه گذشته نیروهای دولتی از مرکزهای آنها بیرون شدند به حدود 120 رسیده است. پس هرگاه در یکی از ولسوالی ها کم از کم ده واسطه نظامی بوده باشد، شمار وسایط نقلیه ای که به دست طالبان افتادند به بیش از 1000 می رسد. وزارت صحت عامه ثبت 3 رویداد بیماری قارچ سیاه در کشور خبر داده. سرپرست این وزارت میگوید که 2 مرد و 1 زن در کابل، بغلان و سمنگان به این بیماری گرفتار شدند که یکی آنان از این بیماری جان باخته. سوی دیگر شمار جان باختگان بیماری کووید 19 در کشور بار دیگر افزایش یافته و در یک شبانه روز گذشته 92 تن از این بیماری جان باختند. فریبا سادات گزارش میدهد. این زن 45 ساله را پس از آن به این شفاخانه آوردند که نشانه های از بیماری قارچ سیاه در رو و چشم هایش نمایان شدند و پس از 12 روز تب و نفس تنگی وضعیت بهداشتی او وخیم شد. خانواده این بیمار می گوید که او از بیماری شکر نیز رنج می برد و به ویروس کرونا نیز مبتلا شده است. دانش شرید. از امیدانی تو که شرید از امیدان شریدن یه تکلیف ازی بسیار شد دیگه، اینه که پندید و یه جایش از سیاه گشت، اینه به جایش از سیاه گشت از اما سیاهی دیگه، اینه یه قد تکلیف شد که علی گلونشم بند است، چیزی خوردم نمیتانه. پزشکان در حالی که وضعیت این بیمار را خوب نمیدانند میگویند که او نمیتواند چشمهایش را باز کند. پا طول سیستمونو بندیده حمله کولی شي په هضمي سیستم، د هضمي سیستم یراز، تنفسي سیستم یراز، عصبي سیستم یراز، خصوصا ناروغ چې ګیله کوي هغه د پوزې د بهیدنې څخه ګیله کوي، ځین ناروغان د سترګو د خارښ د پړسوب څخه. در همین حال وزارت صحت عامه میگوید که 3 رویداد بیماری قارچ سیاه در ولایت های کابل، بغلان و سمنگان ثبت شدند. سرپرست این وزارت بیماری قارچ سیاه را به افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا پیوند میدهد. از افراد پیدا میشه که در اونا بیماری ویروسی به صورت مداوم سیستم دفاعی اونا را تحت حمله قرار بده و امروز کووید 19 بارزترین و برجسته ترین زمینه ساز ابتلا به قارچ سیاه. به گفته پزشکان بیماری قارچ سیاه در طبیعت پیدا می شود و کسانی به این بیماری مبتلا می شوند که از بیماری های دیگر چون بیماری های سرطانی، شکر و کووید 19 رنج می برند. بقایای درخت ها یا برگای درخت ها و نباتات که در سطوحی که نامثال پوسیده میشن، این بیشتر قابل دریافت است. این بیماری شیوعش به انسان بسیار کم است. از سوی دیگر در حالی که هیچ تغییر در سیر صعودی ویروس کرونا در کشور نیامده است، در شبانه روز گذشته 92 تن از بیماران کووید 19 در کشور جان باختند و بیش از 1272 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در روستای پشغور ولسوالی خنج پنچیر، افزون بر ویران شدن ده ها جریب زمین کشاورزی، ده ها خانه و دکان نیز آسیب دیدند. به گفته مقام های محلی این سیلاب ها بیش از 30 خانواده را نیز به جا ساختند. این سیلاب ها دیشب در نتیجه آب شدن یکی از یخچال های طبیعی در بلندی های روستای پشغور سرازیر شدند. تمیم حمید گزارش می دهد. به گفته مقام های محلی این سیلاب ها در حوالی ساعت 8 جمعه شب سرازیر شدند و بیشتر روستای پشخور ولسوالی خنج پنجشیر را زیان مند ساختند. 30 خانه، 17 دکان، 10 جریب زمین و در حدود 15 کانال و بنده ها از جاهایی بودند که در این سیلاب ها زیان دیدند. خوشبختانه به دلیل آگاهی دهی قبل از وقت تلفات جانی ندارند، اما خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته.
منبع این سیلاب ها یخچال های طبیعی گفته شدند که بر بلندی های اطراف روستای پشخور و بخش های دیگری از ولسوالی خنج برجاستند. خواستگاه یا منبع سیلاب را که احتمالاً اما حوزه هایی که در ارتفاع بلندی قریه وجود داره و حدود 8-9 ساعت پیادروی فاصله داره بلند از نزدیک ببینن، مطالعات اولی نشان میده که ممکن دیوار یا سربند کدام حوض شکسته باشه و حوض سرازش شده باشه. ترمینال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از آغاز بررسی ها برای شناسایی آسیب دیدگان اصلی این سیلاب ها و کمک به آنان خبر میده. یک سروی عمیق‌تر لازم است که تیمای مدساحه هستند. پس از تکمیل از او پول نقد برای خانه‌ای که به گونه کلی تخریب شده مبلغ 15,000 افغانی و پول به خانه‌ای که قسما تخریب است مبلغ 15,000 افغانی توزیع خواهد شد از طریق کمیته ولایت مبارزه با حوادث. در این حال برای خانواده مواد غذایی و غیر غذایی هم در نظر گرفته شده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که در حال حاضر گروه های کار این وزارت در پنجشیر هستند و برای باز کردن کامل راههایی که در نتیجه جاری شدن این سیلاب ها بسته شدند میکوشند. در ادامه تا چند لحظه دیگر، بازداشت دو گروه آدم ربا در هرات. ادامه خبرها، نیروهای امنیت ملی دو گروه آدمربا را در شهر هرات بازداشت کردند. شمار این اعضای این دو گروه به 11 تن میرسد و در جریان 13 عملیات در چند بخش شهر هرات بازداشت شدند. مقام های محلی هرات میگویند که یک مرد کهنسال نیز از بند این آدمربایان آزاد ساخته شده. در همین حال باشندگان هرات از افزایش آدمربایی ها در این ولایت نگران هستند. کنسولگری های کشورهایی که در مزار شریف فعالیت دارند در روزهای پسین به علت تهدیدهای امنیتی فعالیت هایشان را محدود ساختند. والی بلخ میگوید که کارمندان برخی از این کنسولگری ها به کابل و یا هم به کشورهایشان رفتند. در این میان کنسول ازبکستان میگوید که صدور جوازنامه برای گردشگران به گونه موقت متوقف شده. در ادامه، افزایش بهای نفت در پایتخت. در ادامه، در بیش از یک ماه گذشته در بهای هر لیتر نفت در بازارهای پایتخت تا 10 افغانی افزایش به میان آمده. شمار از رانندگان در پایتخت با نگرانی از افزایش بهای نفت در بازارها میگویند که در کنار این در بسیاری موارد نفت کم کیفیت نیز در بازارها عرضه می شود. زبیح الله جهانمل گزارش می دهد. در حال حاضر هر لیتر پترول 52 افغانی و هر لیتر دیزل به گونه متفاوت تا 53 افغانی در تانک های تیل پایتخت به فروش می رسند. سمندر با دو چرخه برکشیش میگوید که با افزایش بهای نفت نمیتواند نفت مورد نیاز دو چرخه‌اش را تامین کند. روزانه 4 لیتر 3 لیتر مصرف داریم. در این مصرف خود پوره کردن نمیتونیم. تیل قیمت شده. شمار از باشندگان پایتخت به ویژه رانندگان با انتقاد از حکومت میگویند که در یک ماه اخیر بیش از 10 افغانی در هر لیتر نفت در بازارها افزایش آمده است. آنان میگویند که همزمان با افزایش بهای نفت در بازارها در بسیاری از تانک های تیل نفت کم کیفیت به فروش میرسد. ارزان قیمت یک نرخ است. کوتل میری 52 روپا و دیگه بین شهر و کابل کلش 52 روپا است. بیکاری، بیروزگاری، چهار طرف جنگ، این طرف تیل بالا، اون طرف برق نر. در این باره نتوانستیم نظر تصدی مواد نفتی را داشته باشیم. بر بنیاد اطلاعات نخستین سالانه 3 میلیون تن نفت از راه‌های قانونی و غیر قانونی به کشور وارد می‌شوند. شماره از آگاهان اقتصاد با در نظر داشت بی‌نظمی‌ها در بازارهای نفت و گاز کشور می‌گویند که در حال حاضر بخش بزرگی از این بازار
به دست بازرگانان است و حکومت از نظارت بر کیفیت و بهای نفت و گاز در کشور ناتوان است. خواهید دید. هشدار سازمان ملل متحد از یک قحطی خطرناک در ایتوپیا. ادامه خبرها. همزمان با دمای بلند در عراق، صدها تن از شهروندان این کشور به دلیل کمبود برق و آب دست به اعتراض زدند. معترضان میگویند که بحران کمبود برق و آب در عراق در حال عمیق‌تر شدن است که درجه دما در این روزها حتی از 50 درجه سانتیگراد هم بیشتر شده. بحران کمبود برق در عراق سبب شده که وزیر برق این کشور نیز از مقامش کنار برود. ما اکنون آب و برق می خواهیم. این شعار صدا تن از معترضان است که به جاده های بغداد برآمدند و حکومت عراق را به ناتوانی در فراهمسازی برق کافی متهم می سازند. دیروز حتی برق سراسر عراق قطع شد. کمبود انرژی برق در برخی از بخش های عراق بی پیشی نبوده است. حیدرالسعیدی، رهبر 52 ساله یکی از قبیله ها در عراق، طبقه سیاسی این کشور را که پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 زمام امور را به دست داشتند، متهم می سازد که کار آنان تنها از بد به بدتر پیش می رود. از زمان رژیم صدام حسین تا این رژیم هنوز هم ما برق کافی نداریم. دموکراسی چی آورده است؟ وضع از بد به بدتر می رود. در این روزا درجه دما در عراق تا 50 درجه سانتیگراد افزایش یافته و مردم نسبت بر زمان دیگری از برق استفاده می کنند. این فشار سبب پرچاوی های دوامدار برق در این کشور شده است. ما برق می خواهیم. من نمی گویم 24 ساعته. حتی اگر 20 ساعت باشد و 4 بار قطع شود یا 15 ساعت روشن و 10 ساعت خاموش باشد. مشکلی نیست و به ما آب دهید. ما آب برای نوشیدن و شستن نداریم. آیا شما مسلمان هستید؟ منتقدان می گویند که حکومت عراق بر انرژی وارد شده از ایران اتکا می کند و در تولید انرژی داخلی ناکام مانده است. بحران برق در عراق حتی هفته گذشته منجر به استعفای وزیر برق این کشور شد. و سازمان ملل متحد از یک قحطی خطرناک در ایتوپیا هشدار داده. این سازمان گفته که درگیری های اخیر در منطقه دیگری ایتوپیا بیش از 400 هزار تن را با قحطی جدی روبرو ساخته. استاد وجودتان و خبرهای این ساعت شکر. خدا نگهدار.